چرا گریه میکنید؟ و اون عجب دلی دارد امام زمان، دلی رفتالا جگر پرخون رو کتب دنید، عجب دلی دارد، عجب صبری دارد، بیش از هزار سال است، بیش از هزار صد سال است که امام زمان داره این فاصله های طبقاتی رو میگیره و عشق میزه و خون گریه میکنه. این یکی از قده های سرطانی است که تو جامعه امروز ماست که خیلی بحث داره ها. من اگر خاموش مانو بدم فقط دل شما خون میشه، من حالا خیلی روش توقف نمیکنم. دومی این قده سرطانی که جامعه امروز ما رو گرفته، بحث جنگ و تخریب و روز به روز کشتار جمعی قمیتر بشه، اصله هایی که بیشتر مردم رو بکشن، نابود بکنن، حوضی که تکنولوژی در خدمت بشریت باشه، روز به روز همه رهبران دنیا دنبال اینه که مخالفین خودشون چجوری اصلا دارن، چجوری پیروز بشن، چجوری غالب بشن. این جمعی ها وقت ببینید به سران همیشه دعواست، اما این وسط کیا نابود میشن؟ ساعت مردم بدبخت دیشه برد. تا حالا هیچ جا تاریخ من نمیشته که رهبران و چندونم سلاطین و کسانی که زماندار حکومتن اینها یه تیر بهشون برده باشه، یه زخم شمشیر برده باشه. همیشه دست و پیگرها اگر تیکه تیکه شد یه مش سرباز بدبخت، یه مش ملت مظلوم سردار رو بگرد نگیدید خدا لعنتش کنه. 5-6 میلیون شیعه رو کش، چی جنایاتی خودم باییم اینه که الان سیدی شده بین مردم اینا باید بینید 1 میلیون جنایی. این حدیث نیست که بیاد بوم روی چی به این جمعون مثل شاخ شمشار جمعون شیعه بگذاره بدن رو فشدن یک دوگیمه جمعون تیکه تیکه بشه، هیچ چیش نمونه، حتی لباساش هیچ چیش نمونه، یعنی خاک خاک بشه بدن بیسته برده. این جنگ ها، این کش و کشدار ها نازم نمیتونه بگیر من چه، یعنی اگر بگیر به من چه شریک میشی در ظلم و جنایت. روایت داریم ها و داری هم داره، اگر کسی یک ظلمی رو ببینه سکوت کنه یا حتی اگرش این کار نمیتونه بکنه ناراحت نشه، بی تفاوت باشه. اگر به اینجا کار رسید شما هم شدیدید و خدا اگر بخواد انتقام صدام ها را بگیرد از اونایی که گفتگو کنید کرد و از اونایی که سکوت کردن و از اونایی که ناراحت نشدن از اونها هم انتقام باید گرد. و ما این قصه رو تو یه نمونه شده داریم تو قصه حضرت یحیی بن زکریا. امام صادق برادر این خدا بخت و نصر مسلط کرد در مردم اون قوم، 4000 نفر در یک شهر توسط دخت و نصر سرش اومد بدنشون جدا شد و از امام صادق پرسیدن که بابا آخه 4 نفر یحیی رو کشتن، خدا انتقام باید بگیره، 4000 نفر کشتن چرا؟ امام صادق هم به خاطر اینکه وقتی خبر شهادت یحیی به این مردم رسید اینها خوشحال شدن و چون خوشحال شدن شریک قتل یحیی اصلا در دانشگاه علی و در دانشگاه طاهر معصوم به منچه تفسیر نشده، به منچه تدریس نشده، اصلا ما درسی دین ما به معنی منچه بله نیست، اصلا نداریم ما به منچه، به منچه که نیست، به منچه هم دیگه فرکسر مسلم اصلا نیست. من مدتی دارم یه سری روایات کار میکنم که اهمه ما از پیغمبر اکرم مسئولین ما تا بقیه ائمه اینها به کیا فرمودن علیه السلام مسلم؟ الان حدود 50-60 تا روایت غریب پیدا کردن که اینها ائمه فرمودن. مثلا یکیش اینه، اگر کسی بخواهد به معنای فرمود و خبر از همسایه چهلومیش نداشته باشد این علیه السلام مسلم مسلمان نیست، یرمن نیست. و من دیدم ای وای تمام این روایت شامل حال ما هم میشه، یعنی روز قیامت بنده بگن یا رسول الله السلام علیک رسول الله اجازه دید من رو سر مسلمان ها بیرم بیرم بیرون تو مسلمان من نیستی ولی سر مسلمان کدوم اصلاح کدوم مسلمان مسلمانی به اینه که شما ناراحت باشید از اینکه چرا
مسلمان ها این در مظلوم هم و شریعت این در داره تهدید میشه. در هر جای دنیا جنگه، خب این ناراحتی بودن. این دوست سوامی خود دیگه سرده اینه که همه جا و هر روز ثانی به ثانی داره فحشا و منکرات قویتر میشه، دامنش بزرگتر میشه. سومین قده سرطانی فاسد تر شدن بشریت نسبت به ساعت قبلش به ثانی قبلش. حالا شما تو اینترنت برید به این ماهواره ها رو بطه ندید ببینید، همچنین من بشه بگم بسیتو ببینید، من هم ندیدم اندازه. حالا آمارش رو بایید میدن برای حوزه تو اینترنت آدم میگه ثانی نیست که سایه های مختصر سیکس، محیج، محرک، اینها آماده نباشه که خدمت بکنن به قول خودشون برای بچه دیگه. دختران برالی اختخابهای زنا، سفرهای شراب، قوارخانه ها، بچه های نامشروع چقدر داره به دنیا میاد، چقدر از بین داره میره. سفرهای جنین، اینا همش بچه هاست، اینا همش فساده، اینا همش ممکنه. روز به روز داره این دنیا چی میشه؟ داره لجلی تر میشه، سیاه میشه. و این زلزله ها و این نمیدونم بارو نگردن ها و این خوشدن چشمه ها، این همش باقی گناه هاست. خشم طبیعت بی خودی به وجود نمیاد، خشم طبیعت به وجود نمیاد. عرضه نمی گه آتیش میان که ما اصفاها میاد دیگه دستوار پاک و نجس با هم رو می سوزن دیگه. قاعده یا آتیش سوزیست، هم نجس می سوزه و هم پاک. پر اینه بدونید تحتی که زنا زیاد بشه موسی بن جعفر فرمود و زلاسل زیاد بشه، تحتی سفره فساد تر بشه و زلزله بشه، تحتی اعتیاد بشه شغل، تحتی طرف کارش بشه پاشاخشیگری، تحتی تو هر خونه این میردی اولی چیزی که میذاشن جلو بلا وقتا تریاش بود باید این فیگر بشه چی شیشه که هیچی شست بیشتر بردی وقتی حالا بارها رو برمیدارن زیرش محبول های دریاک و هروئین. اینجوریه، ما نمیتونیم در رو برای مردم دیگیم. یکی از رفاها که بهمود میگو خارجی رو نکشن وارد شهر میشن، افتضاح بود، یعنی آبروی ایران میدن. ما که راضی نبودیم به این کشتار، ما که راضی نبودیم به این فاجعه. خدا انشاءالله همشون رو پاک کنه، همشون رو فرق امام زمان بهشتی کنه انشاءالله. ولی درس خوبی بود برای همه ما. فکر نکنید خدا کاش بی حکمت است، همش دست. و مطمئن هم باشید اگر مشهد زلزله نیاده یه اصفهان و تهران خواهد آمد، با این نزدی که ما داریم خواهد آمد، چون بالاترین چیزی داره زیر پاها له میشود خون شهید است. تو همین مشهد شما ساعتی چند بار بدن امام بزادی لرزد به خاطر گناه. تو یه نگاه بکنید تو مشهد شما، مشهد واقعا مشهد امام رضاست. عروسی ها عروسی های رضا پسند، جلسات ما جلسات امام رضایی. و این بعد از آن یکی از علما خواب دیده بود حضرت معصومه رو، نمیدونم شما خیلی یعنی قوم که از مراجع که بی بی فهمیده بودن خسته شدن و از این دستان رو بلند کردن، چون قرار بود این زلزله قوم بیاد، خسته شدن و از این دستان بلند نگه داشتن. یه زمانی استاد ما میفرمود نجف آلوده شده بود به گناه، حالا مسخره نجف بود گناه، گناه هر دو طلبه ها اومده بود، حتی تو به علما به طلبه ها مسیح هم گناه گناه هر که هر چی دوست داشت میگفت قیمت تو من دلو گناه مسیح هم مردم یه جور بود. و یکی از مراجع خواب دیده بودن که زارم یه آقای خوی خواب دیده بودن که همه یعنی مومنی اومدن یه استرخ یه بود پر از کسافت پر از لجن توپی رو برداشته بودن فرزت بودن دیگه سبرم تمام تمام ها کسافت آدم دو و در هفته یه بودن بحثی ها سر کار اومدن دو یا هلی گفتن ایرانی بودن بیرون فوز تحتیش و دوحانیون طلب ها از نجف همه اخلاف شدن و 30 سال این بدبختی به وجود آمد هر که قادر گناه و
رعایت داریم. وقتی ملت گناه بکنن، معصیت بکنن، حرمت به وجود حرمت ها را خلاصه نگر ندارن و حفظ نکنن، خدا ظالمینی که نه گوش دارن، نه چش دارن، نه قلب دارن، نه فهم دارن و آنها مسلط ظالمی، یعنی مسئولین اونها میشن کسایی که کورن، کرن، لالن و سنگدلن، هیچ چیالشون نیست جز خوشدار، جز نابود کردن، جز سوء